سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بیننده های عزیز شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. سال روز شهادت دومین امام برحق شیعیان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را برای تمامی محبین آن حضرت تسلیت عرض می دارم. امام حسن مجتبی دومین امام شیعیان هست که بعد از شهادت پدرش حضرت امام علی علیه السلام 7 ماه خلیفه مسلمین بود و 10 سال امامت کرد. او نوه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود که در سن 48 سالگی توسط همسرش جعده مسموم و به شهادت رسید. سلام علیکم. یا الله شما خوبین؟ سلامتین؟ بخیر. شما خوبین؟ سلامتین؟ بخیر. سلامت باشین. شکر. یا الله اینجا شما میشه خود معرفی بکنین، آشنایی بیشتر شوه. خب به نام یاد خدا، اسمت الله پویاستم، یکی از شهروندان شهر مزار شریف. اسم من ابراهیم است، تخلص من خلیلی. بگم اسم ما کربلای ایدی محمد. کربلای ایدی محمد. ایدی محمد بله. بنده میرویس امیری هستم از کارته میرولی شهر مزار شریف. محدثه محمودی هستم از مزار شریف. سید مرزا حسین هستم از مزار شریف. امیر حسین رضایی از خادمین و خدمت گزاران مسجد و مدرسه علمیه سلطانیه، مخصوصا در روزهای جمعه. در رابطه با امام دوم، امام حسن مجتبی چی میدانین؟ چگونه یک شخص بود و چه خصوصیاتی داشتن؟ امام حسن مجتبی امام دوم ما، شما فرزند امام علی علیه السلام بود، یکی از کریم اهل بیت است. امام حسن مجتبی علیه السلام امام دوم ما شیعیان است، برادر امام حسین علیه السلام است، فرزند بزرگ حضرت علی ابی طالب است، یکی از نواسای پیغمبر اسلام باشه است. امام حسن مجتبی همونطوری که همگی اطلاع دارن، یعنی همه مردم میدونه، بعد از حضرت علی علیه السلام دومین امام شیعیان هست و او بعد از حضرت علی به امامت رسید و او کسی بود که به نام کریم اهل بیت معروف بود. امام حسن مجتبی کریم اهل بیت است. او چند دفعه به پیاده به حج رفتند. امام حسن مجتبی علیه السلام خصوصیات زیاد داشته. خب از جمله معروف به کریم اهل بیت، خیلی کرامت داشته، بزرگوار بوده. القاب زیادی در ائمه معصومین داریم، هر کدام لقب های برجسته ای دارند. همانطوری که حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها که بارگاه ملکوتشان در قم هست، کریمه اهل بیت میگن و کریم اهل بیت هم وجودی با برکت آقای امام مجتبی است که این یکی از برجستگی هایی که ایره کریم اهل بیت در جمع اهل بیت قلمداد میکنن، این در ابتدا از همون زمانی که طفولیت، حتی در طفولیت هم این یک ویژگی خاصی که داشت، مهمان نواز بود در مقابل مساکین، در مقابل فقیر. اینا هر اونچه که در بساط می داشتن از اهدا و انفاق دریغ نمی کردن. یعنی این ویژگی در بین اهل بیت زبان زد شد و تا امروز پیروان اهل بیت وقتی نام بابرکت آقای امام مجتبی را میبرند، در قبالش کریم اهل بیت هم یاد میکنند. کریم همو صفتی منحصر به فرد آقا بود که در واقع به معنای واقعی کلمه کریم. در رابطه با صلح امام با معاویه چیزی میدانین؟ معلوماتی خاص ندارم، فقط همین قدر میدونم که امام خودش یک انسانی بودن که یا یک شخصی بودن که در زمان معاویه با او قسم مصالحه هم کردن که با مصلحت همون زمانه خود یا با مصلحت چیزی که در روز برشان مصلحت میدونستن، با همون قسم که جامعه در رابطه با امی روزگار یا در رابطه با امامتشان به خطر مواجه نشود. ما تو را به خاطر صلاح و همین مصلحت امت رها کردم حکومت با تو و با تو صلح نمودم. در واقع پیشوایان ما امام حسن باشه، امام حسین باشه، هر کسی باشه،
منظور و هدفش همین صلاح امت و بزرگترین هدف امام حسن مصطفی علیه السلام از صلح معاهده صلح همین صلاح و مصلحت امت. امام معصوم هر تصمیمی که در رابطه با نظام زمان خودش میگیره در رابطه با مردم، در رابطه با اجتماع، در واقع او برگرفته از اوامر الهی است. یعنی در واقع پیغمبر از جانب خداوند برش گفته شده، به پیغمبر گفته شده و پیغمبر هم سلسله وار به اهل بیتش گفته. و صلح آقای امام حسن مجتبی هم یکی از اوامر خاص الهی بود که در شرایط ناهمگون قرار گرفت. اگر مسئله صلح پیش نمی آمد، ممکن بود امتی مخصوصا پیروان امیرالمومنین که در زمان خودش بسیار با سختی اونها را حفظ کرده بود و اینا پراکنده شود. و این یکی از اهدافی را که میخواستن حتی در جمع یاران آقای مجتبی نفوذ کرده بودند که خلاصه بساط اینها را از هم بپاشانند. یعنی امام وقتی که مصلحت بر این دانست، یعنی فلسفه صلح آقای امام مجتبی مصلحت بر این دانست که امروز جنگیدن علیه مردم به نفع اسلام و به نفع پیغمبر و رهروان پیغمبر و شیعیان نیست. پیمان نامه ای که وجود با برکت آقای امام مجتبی با معاویه انجام دادن، یکیش ای بود که بعد از خودش معاویه باید جانشین تعیین نکنه. این هم نقض شد. و در اون زمان مردم به وجودی با برکت آقا امیرالمومنین دشنام میدادن. یکی از این پیمان نامه بود که دیگه به آقا امیرالمومنین علیه السلام دشنام ندن. دیگه هر اون چیزی که دستور اساسی ترین، هر اون چیزی که دستور و سنت پیغمبر هست باید معاویه از اون پیروی کنه. اینا همو سرفصل های پیمان نامه ای بود که آقا امام مجتبی با معاویه انجام داد روی همین پیمان نامه ها. اما متاسفانه به هیچ یکی از این پیمان نامه ها عمل نشد. در رابطه با این که اشاره شد که امروز مصادف است با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، با چگونگی شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام چقدر معلومات دارید صحبت داشته باشید؟ امام حسن مجتبی علیه السلام هم توسط زهر شهید شد. برنامه شهادتش اینطوری چیده شده بود که معاویه به جعده دخترش از ابن قیس نامه فرستاد که با 100,000 درهم و به او وعده داد که اگر تو امام حسن مجتبی علیه السلام را با زهر مسموم بکنی، من تو را به مثلا همسری یزید پسر خودم که ولی عهد ما هست در میارم و تو میشی ملکه مثلا خلیفه مسلمین. این حرفا جعده هم امام حسن مجتبی علیه السلام را مسموم کردن. وقتی که زهر به وجود آقا کارگر کرد، حتی توتهای جگر حضرت از دهانش بیرون آمد، به این مظلومیت آر به شهادت رسید. و نه تنها که به این شهادت اکتفا کردن، حتی جنازه مبارک حضرت تیرباران کردن. یعنی در اون زمان وقتی که را عبور می دادن در طرف قبرستان بقی، در اون زمان حتی تیرباران کردن. یعنی اوج مظلومیت، یعنی با آقای امام مجتبی، یعنی اوج سیاه دلی و کدورت و کینه در مقابل اهل بیت آقا رسول الله و مخصوصا فرزند دلوندش وجود با برکت آقا مشتبه. شهادت امام زهر دادن، مرا خانمش زهر دادن و شهادت رساندن. شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام چی تأثیری بر جامعه مسلمانان آن وقت داشت از نظر شما؟ خب امام بود، پیشوای دوم مؤمنین و مسلمانان بود. خب میدانید که با فوت ایشان، با شهادت ایشان، تاثیر خیلی منفی روی جامعه میگذاره که از جمله به اتفاقی مردم در اون زمان بود. مردم خیلی روی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام حساس شد.
و همینطور یک عده تصمیم گرفتن خب اشکالاتی را ایجاد بکنن بر روی شهادت این محسن مجتبی. چطور تاثیر گذار که پدر جانی تا به امروز تاثیر گذار هستن؟ خانواده فرض مثال یا پدر یا مادر یا خواهر یا برادر میره چقدر تاثیر گذار، چقدر غمگین میشن؟ او خو یک امام تمام مسلمین بود، پدر جانی چطور تاثیر گذار نیست؟ حتی در یک فامیل، یک کلان، یک خانواده از بین میره، تاثیر خود را بالای عمو خانواده خود داره، بالای عمو فامیل خود داره. او که یک امام بود، پیشوای ما بود، رهبری ما بود، 100% در جامعه امروزشان، حتی در جامعه امروز ما که امروز شهادتش است، بالای ما تاثیر داره، ما سوگوار هستیم. بعد از شهادتشان کثیری از اهل کوفه و مدینه جمع شده بودند و گریه و شیون میکردند و خیلی از کسایی که حتی مسلمان نبودند و به این موضوع اشاره کردند که به این موضوع اشاره میکردن که کوفیان تازه خاک بر سر شدن، یعنی تازه دوران خاری و ذلت کوفیان فرا رسیده بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. شهادتی آقای امام مجتبی هم سبب بیداری مردم شد و یک ادعا که در دستگاه معاویه بودن، یعنی احساس خوبی داشتن، گفتن یک کسی که مانع ما بود در مقابل معاویه بود به شهادت رسید. اما یک گیده انسان هایی که در واقع اصحاب خاصی آقا رسول الله بودن، اصحاب خاصی حضرت علی بودن، با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بیدار شدن. یعنی همونطوری که عرض کردیم خونی آقای امام حسین سبب بیداری شد و خونی آقای امام مجتبی هم در واقع اونو مقدر مردم بیدار کرد و مردم علیه معاویه و علیه دستگاه معاویه استادن، یعنی تنفر و انزجار خود از این دستگاه اعلام کردن که حتی این آدم وقتی که به نواده رسول الله احترام نداره، اینه به نحوی به شهادت میرسانه، این به ارزش های ناب اسلام هم باور میکنه.